راستی والان و شما راشای الهد یعقوب در ادامه قوانین شرایط سقف سوکا سخاخ میشه مجاز گرفت حتی به صورت لخطیلا عرجه برای که سقف بزنه سوکا رو، به صورتی که سقفی که موندگار هست که درست شده از الوارای کوچی که به همدیگه متصل شدن با نخهای کتونی، شبیه مثلا حسیر که مثلا نیا و نخ با هم دیگه متصل هستن، اونجا هم حالا الواره ریز هستن که اصل علاقه این هست که میشه سبک گرفت که برپا داشت سخاخ رو حتی با چیزی که خودش آسوره برای سخت زدن. ما از زبان هم با اونجا که با خود نخه نمیشه سخت زدی، فقط نگه دارنده است و ممنوعیتی ایجاد نمی کنه. حسیرایی که از کاه یا از برگ شاخهای در واقع نخل مثل برگای لولاب میان این شکلی به هم میبافن، به صورت معمول اونها به عنوان زیرانداز در واقع حسیره شبیه این بادبزنهای حسیری هست که یه لایه نازک به این شکل بافته شده است، اینها به صورت معمول به عنوان زیرانداز استفاده میشه و اون موقع توماپذیر هست و با اونها سقف سوکا رو نمیزنن. اما حسیرهایی که درست شده از همین نیهای معمولی که به صورت معمول اون خیلی خشک و مناسب برای روش دراز کشیدن و خوابیدن نیست، به عنوان زیرانداز استفاده نمیشه که و به صورت معمول به عنوان سایبونه یا جلو پنجره آویزونش میکنن، دیوار میکشن در واقع با اون، با وجودی که نیه‌ها به هم دیگه متصل شده به وسیله الیاف‌های گیاهی یا نخ پنبه‌ای، مجازه که با اونا سقف سوکا رو بزنن و مجازه که متصل کنه اون رو به سقف سوکا یا به دیوارهای سوکا با همین نخ‌هایی که از پنبه درست شده که باد اونو از روی سقف بلند نکنه و در واقع مکم ثابت وایسه، بلکه خوبه که خیلی گره رو سفت و محکم نکنه که مثل میخ ثابت شده مثل اتاق نباشه. ولی اگر میدونه که این حسیر نیی هم به عنوان زیرانداز استفاده شده یا جایی بوده که حالا زیر پا بوده محل رفت آمد بوده، اونو به عنوان سقف سوکا نمیزنه. نباید سقف سوکا بزنه لخطیلا با چیزی که بوی بد داره، مثلا برگای درختی که بوی نامناسب داره یا برگای درختی که خیلی سری برگا همی که خوش بشه میریزه، خود به خود این هست که احتمال زیاد به خاطر بوی بد ممکنه مثلا سوکا رو رها کنه بره بیرون، یا اون دو شاخه برگایی که سری برگا خوش میشه و میریزه سقف سریع سایهشو از دست میده و آفتابش میشه از سایهشو چهل سوکای پاسول میشه. و همین خاطر اگر میخواد با شاخ و برگ بپوشونه حالتی باشه که بوی نامناسب نداشته باشه و موندگار باشه، مثل شاخهای خود درخت نخ، درخت خرما، اینا موندگاره، یاش از شاخهای شمشاد میزنن برگا همجوری تا آخر مورد هم سبز و تقریبا مرطوب میمونه، نمیریزه برگا و سقفش کاشر باقی میمونه. با گیاها، بوتهای گیاهی که خب نرم هستن و سری خوش میشن و برگا در واقع میریزه، با اون هم نمیشه سقف ساخت، با وجود که از زمین رویش پیدا کرده قطع کرده اونا رو مقابل تومانیست، اما چون برگا سری خوش میشه و از بین میره سوکاش پاسول محسوم میشه، چرا که سریع آفتابش بیش از سایهش میشه. اینو درخت هایی هست که گلی که میده و در واقع شکوفایی که میده شبیه شکل پرنده است که از نوکش در واقع به شاخه آویزونه، از اصل دین چون از زمین رویش پیدا کرده ممنوعیتی نداره که به عنوان سقف سوکا بکار بره، اما چون ممکنه که باعث برداشت اشتباه بشه و بکنم مثلا چه میدونم پرنده هایی که از پارچه درست کردن یا پلاستیک درست کردن اونم میشه
عنوان سقف سوکا به کار برد، ترجیحاً از استفاده از چنین شاخهایی برای سقف سوکا اجتناب بکنه. آسور کردن خانم که سقف بزنه سوکاشو با الوارایی که عرض الواره 4 تفه یا به بالاست، یعنی از 32 سانت به بالاست، چون که این شبیه به قدیم که حالا تیرچوب به عنوان الوار برای سقف میزدن دیگه، 4 تفهی خیلی پهنای زیاده و شبیه خونه میشه، یه محل سکونت ثابت میشه. و تورا دستور داده سوکا رو درست کنید 7 روزه و این معمولا برای جای موقتی نمیان چنین الوارایی رو استفاده بکنن. ولی اگر عرض الوارا مثلا از 30 سانت به پایینه، 20 سانت، 15 سانت، از اصل دین مجازه که با چنین الوارایی سقف سوکا رو بزنه. با این حال این گونه بیشتر مرسوم نیست، همون که حالا میبینید اینجا بیشتر حسیر استفاده میکنن یا از جایی که حالا درخت نخل زیاده، درخت خورما، از شاخهای اون استفاده میکنن یا الوارایی رو استفاده میکنن که پهنا و عرض اونها معمولا کمتر از 8 سانته که دیگه جای شک و تردید ایجاد نمیکنه و با اونها میشه سقف زد، حتی با اونها سقف ثابت. موقعی که سقف سوکا رو میزنن با الوارایی که خیلی نازک هستن، خوبه که مراقب باشه لختیلا که فضای خالی بین این الوار با الوار بغل دستیش اگه در کل طول سوکا کشته میشه چه این فضای خالی وجود نداشته باشه، حالا روش یه شاخ برگ بندازه کار دیگه بکنه که اون فضای خالی رو پر بکنه، یا اگه الوارا حالا به این شکل طولی هستن بعد یکی دوتا الوار افقی روشون قرار بده که در واقع اون فضای خالی رو قطع کرده و پوشش داده، و بعد که فضای خالی پهناش کمتر از یه تفه باشه جای نگرانی نداره، چون که فضای خالی کمتر از یه تفه توی سوکا به عنوان فضای پوشیده محسوب میشه و سوکا از حالت کاشر بودنش خارج نمیکنه. ترجیحاً خوبه که مراقب باشه و برحذر باشه که تکیه نده سقف سوکا رو و برپا نداره با اون رو با چیزی که از زمین رویش پیدا نکرده، یعنی همون حسیری که مثلا به عنوان سقف سوکا رو روی پایه‌های آهنی و فلزی مثلا قرار نده. چاره چی اگر حالا دیوارهای سوکاش فلزیه یا پایه‌هاش فلزی هست؟ اینکه بیاد یه الوار نازک چوبی یا تیرچوبی روی اون قرار بده، بعد حالا اون چیزی که به عنوان سقف بشه حسیر یا شاخ و برگاس رو روی اونا بندازه، عملا اون که بخش فلزی شده پایه سقف و در چنین حالتی کاملا مجاز و هیچ نگرانی نداره. و میخواد اگر تیچوبی روی اون پایه های فلزی قرار میده یا حتی الوار نازکی روی اونا قرار میده و بعد سقف روش میریزه، گفتیم کاملا کاشره. اگر اون الوارهایی که حالا میخواد به عنوان بالا رو سقف قرار بده یا رو سقف هست متصل کنه به دیوارا با چسب اومد اونا رو چسبون، ایسور ممنوعیت پیدا نکرده، چون که معمولا بجای چسبه کمی کسر به چشم نمیاد و هیچ کسی هم نمیاد اشتباه بکنه که کل سقف رو چسب بزنه که با چسب نمیشه سقفی برپا داشت. اگر تیرچوبایی رو به عنوان پایه و دیواره سوکا به کار میبره، اینکه اون خواسته باشه اون تیرچوبا رو با میخ به هم دیگه متصل بکنه که کاملا سفت و محکم باشن، اونا چون به عنوان پایه‌اش هست ممنوعیت ایسوری پیدا نمیکنه، به خود جایی که باد میاد و نگرانه که مبادا با وزش باد مقدار شدید باشه سوکاشو خراب بکنه، متصل اون چیزی که به عنوان دیوار هست یا پایه‌ای سوکا هست و گفتو حالا یا فلزی کاملا محکم باشه یا تیرچوبایی که وسیله میخ پیچ اینا کاملا محکم هم دیگه متصل شده باشه. نهایتا اینه که اون بخش فلزی که الوار چوبی میذاره بعد اون حسیرشو یا شاخ برگا رو روی اونا میریزه. در جایی که بادای شدید میوزه، به خصوص اینجا حالا
با وجود که تهران حالا معمولا از وزیر باده معمول نیست، اما به خصوص اونایی که سوکاشون رو پشت بوم درست میکنن دیگه دوربر معمولا ارتفاع چند طبقه هست، فضا بالاست، وزش باد شدیدتر هست، باید دقت بیشتری بکنن که هم به عنوان پایه ها و دیوار سوکاشون محکم باشه، همون چیزی که به عنوان سقف رو سوکا میندازن مثلا شاخ و برگ یا حسیره، اون رو حالا با یه نخی چیزی به سقف به اون پایه ها ببندن که ناشی از وزش باد دیواراش یا سقفش رو باد نبره، یعنی به زمین نندازه، که به خصوص اگر روز شعبات باشه یا یوم تو باشه دیگه دوباره برپا کردنش بعض جاها ممنوع میشه و ایسور پیدا میکنه. اگر گفتیم قبلا که زیر جایی که درخت هست و شاخ و برگ داره سایه میندازه روی سقف سوکای ما، اونجا نمیشه سوکا درست کنه، اما اگه شاخ و برگا خیلی تعدادش کمه با فاصله زیاد از هم دیگه است، چنین حالتی ممنوعیتی ایجاد نمی کنه. که روال معمول هر سوکایی که سایه کاشرش بیش از آفتابش است و با اون شرایط برای سقفش رعایت شده قابل قبول هست و به اونها سوکای کاشره. سوکایی که درست شده زیر حالا جایی که مثل تو ارس ولا اینا تو خیابون پیای کوچه سوکا درست سوکا هم ممکنه حالا از بالای سقف سوکا تنابایی رد شده یا سیم برق سیم تلفن هست اینها، نه چون معمولا خب نازک هست و چیزی نیست این سر اونا پهنای ستفه سوکا رو پاسول نمی کنه. البته اگر روی بالکنی داره که بالاش بهش یک تنابی کشته شده فلان اینها سقف نداره، به صرف وجود تنابه یا سیمه پاسول نمیشه. در جای سرسیر اگر در ایام سوکا برف شدیدی بارید روی سقف سوکا و این برف ناشی از سرما و هم دیگه متصل شده مثل یه لایه یخی شده خودش یه سقف ایجاد کرده، چون خود برف حالت توماپذیر نیست، این خصص نیست و ممنوعیتی ایجاد نمی کنه. این کلیات پس در مورد سقف سوکا بود که گفتیم شرایطش باید رویدنی از زمین باشه، از زمین قطع شده باشه، تالوش باشه و به صورت حالا ظرف چوبی یا میوه که این حالت پذیرش توما داره نباشه، در این حال حالا نکات اشارهش که بوی بد نده، سری برگا نریزه، با چنین حالتی میشه سقف سوکا رو تدارک کرد.